34 سال از انقلاب ایران و وعده های اقتصادی انقلابیون می گذرد. با گذشت بیش از 3 دهه از 22 بهمن 1357 محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی ایران را شرایطی خاص و بی سابقه عنوان می کند، شرایطی که به گفته وی بعد از انقلاب بی سابقه است، چرا که به گفته این اقتصاددان نرخ بیکاری و تورم در حال رشد است و کارخانه ها در حال تعطیل شدن. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با سایت پارسینه با تأکید بر سقوط ریال گفته وضعیت بدی برای مردم رقم خورده و قدرت خرید و مدیریت اقتصادی اکثریت مردم به هم ریخته و نیاز به کمک دارند. احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه سوئد در گفتگو با صدای آمریکا ریشه آشفتگی امروز اقتصاد ایران را در تعریف غلط انقلابیون دیروز از علم اقتصاد می‌داند. مهمترین هزینه‌ای که سردمداران حاکمیت تحمیل کردن بر انقلاب ایران این بود که اقتصاد ایران که خطوط اون تا حدی روشن بود قبل از انقلاب و به هر حال در چارچوب سرمایه‌دار جهانی قرار بود یک نقشی رو به عهده بگیره، انداختن در یک مردابی که خودشون هم نمیدونن به کجا ختم میشه. به این دلیل که علارغم اون ادعایی که مبتنی بود بر اینکه چیزی به اسم اقتصاد اسلامی هست، این اقتصاد اسلامی رو که اینها ازش صحبت میکنن حدود و ثغور ندارد و اساساً مفاهیمی که درش هست تعاریفی ندارد که بتواند کارآمد باشد و روزآمد با این دانش اقتصاد نوین جهانی. اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است. شواهد امر نشان می‌دهد این موضوع منتقدانی حتی در ساختار حاکمیت دارد، از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران از عدم موفقیت اقتصاد دولتی میگویند و اینکه در این نوع اقتصاد چیزی به مردم نمیرسد. تنها مشکل اقتصاد ایران الان این نیست که بخش دولتی درش دست بالا رو دارد و نهادهای غیر شفاف به شبه دولتی کنترل اساسی ترین بخش‌ها رو در اختیار دارن، بلکه مشکل مدیریت، عدم توافق به روی تعاریف و اساساً مسئله کشمکش میان اقتصاد عرفی و اون داعیه ایدئولوژیکی که جناح‌های مختلف حکومت دارن و هیچ کدومشون هم نمیتونن بر سر اون به توافق برسن، این هم از جمله مشکلات اقتصاد ایرانه. منتها نباید از نظر دور داشت که اقتصاد ایران جزئی از یک سیستم بزرگتر به اسم اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی خوانده میشه و این حکومت جمهوری اسلامی باید توانایی داشته باشه که خودش رو در چارچوب سیستم جهانی تعریف بکنه و این هم البته در چارچوب این رژیم غیر ممکن به نظر میرسه. انقلاب 57 وعده بهبود وضعیت معیشتی به مردم از جمله کارگران را می‌داد. هرچند حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر افزایش وابستگی ایران به نفت و تورم افسار گسیخته به خبرگزاری ایلنا گفته همه دردسرهای امروز از اقتصاد دولتی نشأت می‌گیرد. وفا آذربهاری، صدای آمریکا.